مهمترین عناوین خبری هفته. آزمون ارزش‌ها برای متقاضیان مهاجرت به استان کبک. اعلام نتایج رأی‌گیری کارمندان اداره آموزش آنتاریو. پایان تغییرات ساعت فصلی در استان بریتیش کلمبیا. افزایش سن قانونی استعمال ماریجوانا در استان کبک. عدم تغییر نرخ پارکینگ بیمارستان‌های آنتاریو. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. استان کبک کانادا می‌خواهد به زودی آزمون جدیدی تحت عنوان آزمون ارزش‌ها را برای مهاجرینی که از طریق سرمایه‌گذاری وارد این کشور می‌شوند برقرار کند. فرانسوا لوگو، رئیس دولت محلی استان کبک گفته است مهاجرانی که قصد ورود به این استان دارند باید از ارزش‌های نظیر برابری مرد و زن آگاه باشند. دولت محلی گفته است که سوالات این آزمون بر اساس منشور حقوق کانادا است. قرار است این سیاست جدید از اول ژانویه سال آینده 2020 اجرا شود. مهاجرانی که از این آزمون رد شوند می توانند به صورت آنلاین بار دیگر امتحان دهند. شرط قبولی آوردن 75% نمره است. آقای لوگو همچنین گفته که تازه واردان به این استان باید از لایحه سکولاریسم این استان نیز آگاه باشند که بر اساس آن کارکنان دارای مسئولیت در ادارات از پوشیدن نمادهای مذهبی نظیر کیپا، عمامه یا دستار و حجاب بر روی سر منع شدند. این لایحه جنجالی قضات، نیروهای پلیس و معلمین را شامل می شود. آزمون ارزش‌ها شامل 20 سوال است و موضوعاتی نظیر دموکراسی، جامعه فرانسه زبان کبک، سکولاریسم دولتی و برابری زن و مرد را شامل می شود. وزیر مهاجرت دولت محلی کبک گفته است که هدف از برگزاری این آزمون اطمینان یافتن از ادغام تازه واردان در جامعه کبک و پایبند بودن آنان به ارزش‌های این استان است. برگزاری آزمون ارزش‌ها بخشی از سیستم مهاجرتی دولت راست میانه جدید است و تخمین زده شده که بیش از 26,000 مهاجر اقتصادی و خانواده‌های آنها در سال آینده این آزمون را بگذرانند. Yes or no? It's you cannot know if this person is really for the equality women and men. No matter what the experts seem to say on a lot of issues, they seem to say, well, you know, we've made an electoral promise, we want to keep it at all costs. بر اساس اعلام اتحادیه معلمان و کارمندان استان آنتاریو، نتایج نهایی رأی‌گیری این اتحادیه روز دوشنبه 4 نوامبر علنی خواهد شد. این اتحادیه با 55,000 عضو ماه گذشته به یک توافق کوتاه مدت آزمایشی با دولت این استان رسید. بر اساس این توافق اولیه، از این پس مربیان و کارمندان این اتحادیه 1% افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین بر اساس این توافق نامه، دولت آقای فورد موظف به اختصاص میلیون ها دلار برای احیای دست کم 1500 عنوان شغلی است که پیشتر توسط این دولت حذف شده بود. قرار است جزئیات نهایی این تصویب نامه در یک کنفرانس خبری اعلام شود. ETFO, the union that represents elementary teachers, is currently in the process of taking strike votes across the province. آقای جان هورگن، نخست وزیر استان بریتیش کلمبیا، میگوید تلاش خواهد کرد نخست وزیران سایر استانهای کانادا را به تصویب طرحی جهت توقف تغییر ساعات فصلی ترغیب کند. دولت این استان طرحی را در این زمینه برای تصویب پیشنهاد کرده است که به دولت این اجازه را می‌دهد به تغییر ساعت بر اساس تغییرات فصلی پایان دهد. با این حال، محققین تاکنون بارها درباره عواقب و مضرات عدم تغییر ساعت فصلی و تأثیرات آن بر عملکرد افراد هشدار دادند. به گفته آنان، عدم این تغییرات منجر خواهد شد افراد در فصل زمستان ساعات کمتری در معرض تابش آفتاب صبحگاهی قرار گیرند و در مقابل ساعات بیشتری در معرض تابش آفتاب عصرگاهی باشد که این پدیده بر عملکرد ساعات بیولوژیکی بدن آنها تأثیر مستقیم خواهد داشت. Need congressional approval to get rid of their seasonal time changes and Congress is tied up with impeachment proceedings.
دولت استانی کبک به تازگی قانونی را به تصویب رسانده که به موجب آن از ابتدای سال 2020 سن قانونی استعمال ماریجوانا در این استان از 18 سال به 21 سال افزایش می‌یابد. همچنین طبق این قانون استعمال این ماده در بسیاری از اماکن عمومی از روز شنبه 2 نوامبر ممنوع شد. با این وجود این قانون به شهرهای این استان اجازه می‌دهد با تصویب مصوبه‌هایی اجازه استعمال این ماده را در برخی از اماکن عمومی به شرط عدم حضور کودکان اجرایی کنند. So they could be breaking a promise if they limit access to young people who may have voted red, expecting they'd be able to get some green. بیمارستان‌های استان آنتاریو امسال نیز نرخ استفاده از پارکینگ را برای بیماران و خانواده آنها تغییر نخواهند داد. این در حالی است که دولت استانی کبک هفته گذشته اعلام کرد استفاده از پارکینگ بیمارستان‌ها برای 2 ساعت اول رایگان و برای 1 روز کامل نهایتاً 7 تا 10 دلار خواهد بود. نرخ کنونی در استان آنتاریو از سال 2016 تا کنون ثابت بوده است. دولت این استان همچنین اعلام کرد این نرخ در صورت عدم افزایش نرخ تورم ثابت باقی خواهد ماند. بیمارستان‌های این استان نیز موظف به ارائه تخفیف برای مجوزهای پارک 5 روزه، 10 روزه و 30 روزه خواهند بود. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همچنین شما میتونید هر روز ساعت 8 تا 9 صبح شنونده سرخط خبرهای روز کانادا از طریق رادیو آرینا موج اف ام ردیف 105.9 MHz HD3 باشید. به همراه همکارانم در گروه رادیو تلویزیون AMG هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.